کتاب تلوس فصل دهم، مترجم مریم، کانال سوفیا ساناندا. پرسش و پاسخ، مداخلات از نژادهای دیگر. ما می شنویم که گاهی اوقات موجودات درونی زمین در رویدادهایی که در جامعه ما رخ می دهد دخالت می کنند. این تصمیم چگونه و چه زمانی گرفته می شود و چه کسی مداخله را انجام می دهد؟ موجودات درون زمینی مجاز به مداخله در امور بعد سطح و یا دخالت در اراده آزاد بشریت نیستند. ما اعضای کنفدراسیون سیارات کهکشانی و تحت هدایت و نظارت شورای 12 هستیم. زمانی که مداخله در سطح این سیاره مورد نیاز باشد، ما فقط به درخواست آنها و با مجوز کامل آنها می توانیم مداخله کنیم. این بدان معنا نیست که ما هرگز به هیچ وجه مداخله نکرده ایم، اما می خواهیم درک کنید که تاکنون، تا زمانی که آزمایش بزرگ در سیاره زمین به پایان نرسد، برای ما مناسب نیست که در انتخابهای اختیاری دخالت کنیم. ما در غرق شدن دو قاره بزرگ مداخله نکرده ایم و در تمام جنگ ها و ویرانی هایی که شما انتخاب کرده اید دخالت نکرده ایم. مداخله الهی که این سیاره قرار است تجربه کند، در واقع مداخله است که مستقیما توسط خالق شما فراخوانده شده است. به همین دلیل فرازمینی های بیشماری از میلیون ها منظومه ستاره‌ای، برادران فضایی شما که شما را بسیار دوست دارند، اکنون میلیاردها نفر اینجا هستند تا برای شما و سیاره شما در طول تغییر بزرگ آماده شوند و به شما کمک کنند. در میان بسیاری از تمدن‌های ایتی مختلف که در اینجا به کمک می‌آیند، می‌توان آرکتورین‌ها، پلیدین‌ها، سیرین‌ها، آندرومدان‌ها، ونوسی‌ها، تمدن‌های آلفا قنتورس، نیبرین‌های مثبت و شکارچی‌ها و بسیاری دیگر را نام برد. برادران فضایی که بسیاری از شما آرزوی برقراری ارتباط مجدد با آنها را دارید، اعضای خانواده روحی شما هستند. آنها دوستان و خانواده خود آینده شما هستند. آنها اغلب با محافظت از زمین در برابر بلایای فضایی بزرگ که می توانست باعث ویرانی زیادی شود مداخله کردند. آنها که برای شما ناشناخته هستند، بارها و بارها از زمین و همه شما در برابر تهاجمات بزرگ فرهنگ‌های فضایی که هنوز یاد نگرفتند عشق بی قید و شرط و برادری واقعی را بپذیرند محافظت کردند. پلیدین‌ها، آرکتورین‌ها، سیرین‌ها و بسیاری دیگر فداکارترین دوستان و نگهبانان فضایی شما بودند. آنها هنوز در این زمان در تعداد زیادی اینجا هستند تا به شما کمک کنند و سیاره شما را در طول تغییرات بعدی تثبیت کنند. تغییرات بعدی تثبیت کنند. آنها هر روز برای شما عشق می‌فرستند. با اندوه فراوان مشاهده می‌کنیم که چگونه با سیاره خود و یکدیگر به عنوان اعضای خانواده خدا رفتار می‌کنید. تنها مداخله‌ای که به موجوداتی که در درون زمین زندگی می‌کنند اجازه دادند این است که برای شما عشق و نور بفرستند و در هنگام درد و اندوه به شما آرامش دهند. برای سال‌ها از آن سوی حجاب همه از درون زمین شما را راهنمایی کردند. ما خرد، لطف، عشق خود و کار برادری واقعی برای صلح و رفاه را با شما در میان گذاشته ایم. ما در حالت رویایی و بین تجسمات شما با شما کار کرده ایم. بارها و بارها برای هزاران سال پیامبران، حکیمان بزرگ و آواتارها برای شما فرستاده می شدند. متاسفانه بیشتر آنها نادیده گرفته شدند، تحت تعقیب قرار گرفتند یا اغلب کشته شدند. مدت‌ها پیش بین افراد درون زمین و جمعی از روح‌هایی که در بعد سطح سیاره تکامل می‌یابند،
توافقی صورت گرفت که هیچ دخالتی در آزمایش‌های شما برای جدایی نباید صورت گیرد. راهی که برای تکامل آموختن درس‌های خود انتخاب کرده بودید نباید در آن مداخله می‌شد. مادر زمینی شما هم همینطور. او به تمام انتخاب‌های شما به قیمت آسایش و زیبایی بدن خود اجازه داده است. او به همه انتخاب‌های شما اجازه داد تا روزی که توسط خالق نخست حکم شود که آزمایش بزرگ روی زمین اکنون به پایان رسیده است، این روز برای دوستان من فرا رسید. فرمان خالق شما برای بیداری مجدد و بازیابی الوهیت شما در سراسر این جهان و فراتر از آن جهان شنیده شده است. همه روی زمین اکنون در حال آماده سازی فشرده برای تجمع مجدد بزرگ و تغییر بزرگ هستند. وقت آن است که به جلو برویم. دنبال برگشتن نباش. دنیای قدیم را رها کن تا دنیای جدید را در آغوش بگیریم. حلقه های برش. گفته شده است که مردم در درون زمین در ساختن برش حلقه ها شرکت می کنند. آیا این یک سرمایه گذاری مشترک با فرازمینی هاست؟ آیا حلقه های برش در نهایت دائمی می شوند؟ اگر چنین است، نقش آنها چه خواهد بود؟ دایره های زراعی عمدتاً باغ های ابعاد چهارم و پنجم هستند. آنها در واقع با همکاری افراد درون زمین، فرازمینی ها و آگاهی ابزاری و دستگاه ها ایجاد شدند. اما آنها عمدتاً کار فرازمینی ها هستند. آنها به طور موقت در بُعد سوم شما ایجاد می شوند تا کنجکاوی شما را بیدار کنند، تا به شما در گسترش ذهنتان کمک کنند و راه جدیدی برای تفکر برای شما باز کنند. وقت آن است که تصویری بسیار بزرگتر از خلقت و جهان را در آغوش بگیریم. این دایره ها با امواج صوتی و نوری کدگذاری شدند که به بیداری مجدد روح و آگاهی الهی شما کمک می کند. باغهای زیبایی را که در آینده ایجاد خواهید کرد تا با زیبایی خانه های جدیدتان مطابقت داشته باشد را در نظر بگیرید. آنها را با حلقه های برش مقایسه کنید. در آینده نچندان دور، چیزی که اکنون آن را یک پدیده عجیب و غریب می نامید آنقدر برای شما آشنا خواهد بود که دیگر غیر عادی تقلی نخواهد شد. آنها باغهای زیبای آینده شما هستند، پر از نور، رنگ و صدا. شما با نیت خود باغهای شگفت‌انگیزی شبیه دایره‌های کشتزار در فرکانس و رمزگذاری ایجاد خواهید کرد. هر چه بخواهی در این باغها می‌گذاری، هر آنچه که خلاقیت شما می‌تواند تصور کند، تقریباً بدون زحمت آشکار می‌شود. این باغها دائماً خود را با شکوفه ها و میوه ها پر می کنند تا زمانی که تصمیم بگیرید چیز دیگری می خواهید و سپس خلقت جدید شما به سرعت نمایان می شود. دایره های برش در حال حاضر برای لذت بردن شما و برای اینکه نگاهی اجمالی با آینده خود داشته باشید به شما ارائه می شود. قلب و ذهن خود را به روی تمامی شگفتی هایی که پس از باکسازی زمین در پیش روی شماست باز کنید. کریستال ها. نقش کریستال ها در سالهای آینده چه خواهد بود؟ کریستال ها اشکال، ارتعاشات و ابعاد مختلفی دارند. کریستال ها نیز شکل خاص خود را از هوش و آگاهی دارند. آنها تکامل میابند و رشد میکنند تا به شما خدمت کنند، به خصوص زمانی که شما در آگاهی الهی خود هستید. آنچه شما از کریستال ها در آگاهی بُعد سوم خود می دانید و دیده اید بسیار محدود است. در بُعد چهارم و پنجم کریستال ها سبکتر، شفافتر و درخشنده تر هستند، زیرا می توانند نور بسیار بیشتری را نسبت به آنچه در حال حاضر می شناسید جذب کرده و در خود داشته باشند. آنها هر شکل، اندازه، ارتعاش و رنگی را برای برآوردن نیازهای شما خواهند داشت. شما قادر خواهید بود آنها را به میل خود آشکار کنید. دیگر لازم نیست برای به دست آوردن آنها مبلغ گزافی بپردازید. آنها با توجه به سطح عشق و نور و استفاده
استفاده درست شما از منابع خدا ظاهر خواهند شد. آنها منبع اصلی انرژی مورد استفاده برای فناوری پیشرفته خواهند بود که وقتی از شهرهای خود از داخل زمین بیرون میاییم به شما هدیه میدهیم. شما از آنها برای سفر به هر نقطه از این جهان و برای بازیابی اطلاعات از ذهن جهانی استفاده خواهید کرد. خواهید دید که تمام کتابخانه زنده زمین که داستان کامل شماست به جای کتاب در صفحات کریستالی بزرگ ذخیره شده است و شما از فناوری دسترسی سریع به هر اطلاعاتی از هر مکانی برخوردار خواهید بود. شبکه کریستالی زمین قبلا یک فعالسازی معراج دریافت کرده است و این شبکه اکنون برای بسیاری برای انرژی ها و اطلاعات درمانی در دسترس است. کودکان کریستالی که در دنیای شما تجسم یافتند دارای یک ارتباط مستقیم در DNA آنها برای برقراری ارتباط از طریق این شبکه هستند. شما نیز مانند همه کسانی که در این زمان بیداری و تغییر بزرگ روی سطح زندگی می کنند، این گزینه را دارید که به این شکل از آگاهی باز شوید. جا به جایی ها در شبکه الکترومغناطیسی و شبکه کریستالی برای ایجاد بزرگترین تغییر یعنی آگاهی انسان اتفاق افتاده است. به جای استفاده از چوب، آجر، سیمان یا مواد مصنوعی، از انواع مختلفی از ساختارهای کریستالی برای ساختن خانه‌های خصوصی و ساختمان‌های عمومی خود استفاده خواهید کرد. شما در خانه‌های زندگی خواهید کرد که به نظر شما قصرهای کریستالی هستند، اما همچنان می‌توانید حریم خصوصی خود را حفظ کنید. این ساختارهای کریستالی ساختار پر انرژی شما را تقویت می کنند و از تغییرات بسیاری در DNA چنبودی شما پشتیبانی می کنند که نشانه صعود شما به ارتعاش بعد پنجم و فراتر از آن است. همانطور که انرژی های تلپاتیک شما از طریق فعالسازی شبکه انرژی کریستالی شما افزایش می یابد، دیگر برای برقراری ارتباط با یکدیگر در سراسر سیاره نیازی به کریستال های فیزیکی نخواهید داشت. شما به سادگی به شبکه کریستالی کلی زمین و شبکه اتری که سیاره را احاطه کرده است دسترسی خواهید داشت. هنگامی که در فضا سفر می کنید، کسانی از شما که هنوز به سطح لازم از مهارت‌های تلپاتیک جهانی دست نیافتند، از کریستال‌ها برای ارتباطات بین سیاره‌ای و بین کهکشانی استفاده می کنند. در فضاپیمای شما همه سیستم‌های ارتباطی مبتنی بر کریستال خواهد بود. استفاده شما از کریستال ها و انرژی کریستالی نامحدود خواهد بود. نگهبانان پورتال ها و دروازه ها. آیا می توانید به موضوع پورتال ها و دروازه ها و موجوداتی که نگهبان و تنظیم کننده هستند بپردازید؟ در این گفتار کوتاه تنها می توانیم به طور خلاصه به درک اساسی این موضوع بپردازیم. موارد بسیار بیشتری وجود دارد که در حال حاضر برای ما مناسب نیست که با شما در میان بگذاریم. وقتی در مورد پورتال ها کنجکاو می شوید، این یک سیگنال واضح است که می خواهید آگاهی خود را به درک بسیار بیشتری از جهان گسترش دهید. تعداد بیشماری از پیچیدگی ها در ابعاد وجود دارد که فراتر از آگاهی بعد سوم شماست. این شامل دروازه ها، گرداب های انرژی، دالان‌های چنبودی، سیستم‌های شبکه‌ای سیاره‌ای، کهکشانی و جهانی، موانع نوری، کپسول‌های زمانی و بسیاری مفاهیم دیگر است که هنوز با آنها آشنا نیستید. همه آنها به عنوان اجزای مرتبط یک سیستم جهانی غول‌پیکر با هم کار می‌کنند. دوستان من، همه این مفاهیم و واقعیت‌ها و همچنین جادو و شگفتی‌هایی که از آن الهام می‌گیرند، به زودی در اختیار شما قرار خواهند گرفت. شما اکنون شروع به استفاده آگاهانه تر از برخی از آنها کرده این، زیرا شما و زمین به فرکانس ها و ابعاد بالاتر تکامل میابید. از آنجایی که سوال شما در مورد نگهبانان پورتال ها و دروازه هاست، میخواهم موارد زیر را به صورت ساده توضیح دهم. درگاه ها، دروازه ها و دالان های چنبودی به تعداد زیاد از بالاترین سطح الوهیت در سرچشمه جهانی از سراسر جهان های آفریده شده در همه ابعاد و سطوح فرعی
فرعی هر بود، تاریزترین ذره حیات در جهان و در بود اول آنها و همچنین در سراسر خلأ بزرگ وجود دارند. پورتال‌ها و دروازه‌ها نحوه انتشار خدا یا انرژی منبع در سراسر آفرینش هستند. آنها همچنین ابزاری هستند که با آن انرژی منبع از سطوح جهانی به سطوح کهکشانی، منظومه شمسی و سیاره‌ای در تمام ابعاد و فرکانس‌های حیات پایین می‌آید. تنوع زیادی از پورتال‌ها، دروازه‌ها و راهروهای چنبودی وجود دارد که هر کدام عملکرد خاصی را انجام می‌دهند. به عنوان مثال، برخی از پورتال‌ها برای کاهش فرکانس انرژی منبع استفاده می‌شوند، در حالی که برخی دیگر برای سفر بین ابعاد، سیارات، منظومه‌های خورشیدی، کهکشان‌ها و جهان‌ها استفاده می‌شوند. در هر یک از این میلیاردها پورتال، دروازه‌ها و راهروها با دقت ریاضی زیادی عمل می‌کنند تا هرج و مرج رخ ندهند. این موضوع به قدری گسترده است که فقط می‌توان بخش کوچکی از آن را در اینجا پوشش داد. اما من می‌خواستم به شما آگاهی وسیع‌تری از آنچه که این موضوع مستلزم آن است ارائه بدهم. و اینکه چگونه همه چیز با هماهنگی عالی و با سهولت و کارایی با هم کار می‌کند. سوال: موجوداتی که از این درگاه‌ها و دروازه‌ها محافظت و نظارت می‌کنند چه کسانی هستند؟ آنها عمدتاً موجوداتی تکامل یافته از پادشاهی فرشتگان و همچنین موجوداتی هستند که شما آنها را فرازمینی می نامید. آنها برای این شغلها داوطلب شدند. از آنجایی که آنها به تعداد زیادی در هر گروه در قلمروهای نور وجود دارند، به نوبت این موقعیتها را به عهده می گیرند. بنابراین از مشقت بار بودن برای هر کسی در هر زمان اجتناب می شود. این درگاه‌ها و دالان‌های نور مملو از انواع مختلفی از ایستگاه‌های آسایش. شگفت انگیز و جالب هستند که زیبایی‌های فوق‌العاده‌ای دارند که مسافران کیهانی از آنها برای ملاقات با دوستان، شارژ کردن انرژی‌های خود یا دریافت اطلاعات و راهنمایی استفاده می‌کنند. گاهی اوقات آنها محل برخوردهای بزرگ بین موجوداتی از ابعاد مختلف هستند. در اینجا چند دستور عمل برای برخی از پورتال‌های این سیاره، منظومه شمسی و کهکشان‌ها آورده شده است. اصولی یکسان در همه جا اعمال می شود، اما هرچه به فرکانس بالاتر بروید، نگهبانان این پورتال ها تکامل یافته تر هستند. اولین قانون این است که هیچ کس نمی تواند آزادانه از طریق درگاه ها یا دروازه ها به ابعادی بالاتر از سطح آگاهی که خود به آن رسیده است سفر کند. در ابتدا باید از کسانی که به جایی که می خواهید بروید اجازه ورود داشته باشید. گاه به ارواحی که هنوز در حد لازم رشد نکردند اجازه داده می شود با همراهی یک حامی همراه شوند. حامی یعنی موجودی که از بعد بالاتر آنها را همراهی می کند. یک استاد عروج سیاره‌ای که به سطح بالایی از آگاهی رسیده است نیست ممکن است داوطلب شود که چنین روحی را به مقصد برساند. به عنوان مثال، اگر شخصا برای مصاحبه با خدای پدر، خدای مادر به خورشید مرکزی بزرگ این کیهان فرا خوانده شوید، موجودی مانند ساناندا، مادر مریم یا سن ژرمن می تواند شما را به آنجا برساند یا فرستاده ای از آن ابعاد برای بردن تو به آنجا می آید. برای رسیدن به آنجا باید از طریق راهروها و دروازه های چند بعدی سیاره‌ای، کهکشانی و جهانی سفر کنید. باید با کسی باشید که پاسپورت کیهانی برای سفر در آن راهروها را داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است اجازه نداشته باشید تمام راه را به سمت خورشید مرکزی بزرگ بروید. نقش نگهبانان، حفظ یک پارچگی و خلوص منظومه های سیاره‌ای، کهکشان‌ها و جهان‌های مختلف است. هر راهرو، دروازه، پورتال و
سیستم شبکه توسط موجوداتی محافظت می شود که با سطح فرکانس مکانی که محافظت می کنند تنین انداز می شوند و این رزونانس باید مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است مانع ورود شما شوند. این قوانین از یک پارچگی، خلوص و کارایی آن پورتال ها و راهروها محافظت می کنند. بدانید که اگر بخواهید از طریق این دالان‌ها به خورشید مرکزی بزرگ یا هسته کهکشانی سفر کنید، آنجا فاصله فیزیکی بسیار زیادی با صفحه زمین دارد. اگر بخواهم تمامی مراحل را با جزئیات توضیح دهم، چندین فصل پر می شود و می بینید که چقدر پیچیده می شود. در واقع وقتی فردی به سطحی از تکامل که برای سفر به آن مکانها لازم است رسیده باشد، رسیدن به آنجا تنها چند ثانیه طول می کشد. این دالانها به مسافران کیهانی اجازه می دهند تا از سیارات یا کهکشانهای بیشمار به مکانهای فراتر از این جهان دیدن کنند. سفر شما در یک چشم به هم زدن اتفاق می افتد، مگر اینکه تصمیم بگیرید چندین توقف در امتداد بزرگراه‌های کیهانی داشته باشید تا از منظره و فعالیت‌های اجتماعی لذت ببرید. مدت‌ها پیش در منظومه شمسی و کهکشان راه شیری، آرکتورین‌ها کار ایجاد و نگهداری درصد زیادی از پورتال‌ها و دالان‌های چنبودی ما را بر عهده گرفتند. آنها در این کار به متخصصان بزرگی تبدیل شدند و تخصص آنها در سراسر این جهان مورد تقاضا بوده و خواهد بود. نقش نگهبانان پورتال‌ها جلوگیری از نفوذ انرژی‌های ناخواسته به مکان‌های پاک و خردمند است. همچنین ارائه جهت، راهنمایی، راحتی و اطلاعات به مسافران است که سفرهای چنبودی را یاد می‌گیرند و برای اولین بار است که در آن راهروها سفر می‌کنند. ممکن است بخواهید این نگهبانان را به عنوان تیم‌های روابط دیپلماتیک در نظر بگیرید. در واقع هیچ یک از اینها دقیقاً به شکلی که من اکنون برای شما توضیح می‌دهم اتفاق نمی‌افتد. پیچیدگی را به سادگی نمی‌توان از منظر بُعد سوم توضیح داد و درک کرد. با این حال، این توضیح به شما یک ایده اساسی از نحوه کارکرد آن می‌دهد. فضاپیماها هم از طریق سیستم راهروها، دروازه‌ها و سیستم‌های شبکه عبور می‌کنند تا با سرعت زیاد به هر کجا که می‌خواهند بروند. اگرچه اشاره کردم که آرکتورین ها استادان بزرگ و نگهبانان پورتال های اصلی این کهکشان هستند، اما آنها تنها نیستند. هر منظومه در هر سیاره دارای پورتال ها و سیستم های راهروی مخصوص به خود است که معمولا توسط روحای پیشرفته همان سیستم محافظت و نگهداری می شود. سیرین ها و آندرومدان ها در میان دیگران نیز با همکاری نزدیک با آرکتورین ها برای حفظ این روزنه های چند بودی و وسیع و متعدد کار می کنند. کسانی از شما که دانه ستاره‌ای یا همون استارسید هستید و از دنیاهای دیگر به این سیاره آمده اید، از قبل با بیشتر این درگاه ها، راه روها و موجوداتی که از آنها محافظت می کنند آشنا هستید. وقتی در یک بدن فیزیکی نیستید، از قبل می دانید که چگونه به عقب و جلو بروید. هنگامی که فرایند تکامل خود را در اینجا از عروج و روشنگری کامل کردید، به یاد خواهید آورد که چگونه این کار را به راحتی انجام دهید. پاسپورت بزرگ کیهانی شما با مهر حوزه سفرهای کیهانی بسیار گسترده تر از آنچه قبلا مجاز بودید به شما بازگردانده می شود. من قول می دهم که هرگز تا ابد آنقدر خسته کننده نخواهد بود. شما آزاد خواهید بود که به کسانی بپیوندید که مشغول کاوش و توسعه هستند. پایان فصل دهم.